حمله حراس افغانان اخیراً در مرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل نگرانی های زیاد شهروندان کشور را به همراه داشته است. در اینجا شماره باشندگان گرد هم آمدند و این حمله را نکوهش میکند. آنان میگوید حکومت هیچ گونه توجهی در قسمت تامین امنیت شهروندان کشور ندارد و همین موضوع سبب شده است تا غیر نظامیان همواره قربانی نبرد میان حکومت و گروه های راس افغان بودند. حوادث اخیر در کابل، هرات و اکنون در منطقه مرزاولنگ ولایت سرپل خود بیانگر آن است که گروه های تروریستی به دنبال تصفیه قومی و مذهبی بوده و با این رویکرد میخواهند تفرقه قومی و مذهبی را در افغانستان دامن بزنند. این شهروندان همچنان هشدار می‌دهد اگر حکومت در تامین امنیت از این بیشتر کوتاهی کند، بخش‌های زیادی از این کشور به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اختلافات داخل حکومت شاهد سقوط ولایت‌ها مردم افغانستان باید باشه. دوم، بخشیدن نابهنگامی حکومت بر تروریست ها و وعده دادن و مشخص نشدن جبهه حکومت با مخالفینش، خودش روی بخشی بر مخالفین است که حکومت تا به حال دو روز شده بود اونجا جنگ بود، هیچ نوع نیروی امنیتی و نیروی کمکی فرستاده نشد، در حالی که از پایگاه نظامی شاهین که در قلعه اردو شاهین در مزار می باشه 4 ساعت راهی فاصله داره، اما دو روز اونجا جنگ بود، قتل و قتال بود. متاسفانه هیچ نوع حکومت چه نشد. تازه امروز که بعد از 3 روز از امروز تازه آمدین اونجا در مرکز سرپل، هنوز هم عملیات انجام ندادن. از سوی هم شماری از بیجا شدگان مرزاولنگ ولسوالی صیاد که به کابل آمدند تاکید دارد که حکومت هیچ گونه همکاری با آنان انجام نداده است.